وقتتون بخیر با پس از خبر خوش آمدید. حمله موتوربمب شب چهارشنبه بزرگترین حمله انفجاری در پنج ماه گذشته در کابل بوده. هرچند مسئولیت این رویداد را تاکنون گروهی به عهده نگرفته. اما آگاهان میگویند که این حمله اگر کار طالبان باشد نقض توافقنامه دوحه خواهد بود. باشندگان پایتخت هم میگویند که طالبان وعده کرده بودند که در بزرگ شهرها حمله نمی کنند و باید به این توافق پابند باشند. اما چرا این مهم اتفاق افتاد؟ آیا این حملات از سر گرفته شده؟ کار به کجا می انجامد؟ و بیشتر صحبت خواهم کرد تا دقایق دیگر با جنابان جنرال ظاهر عظیمی نظامی پیشین و غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان که از کابل وصل هستند در نخست گزارش. حمله موتربم بالای کاروان موترهای امنیت ملی در پنج ماه گذشته بی پیشینه بود. پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه حمله بر مراکز شهرها متوقف بود، اما این حمله همه را نگران کرده است. دلیلی که مسئولیت نمیگرانی است که اینا وعده های شفاهی دارند با آمریکا و کشورهای دیگه که خشونت کاهش میتن، بنان از او خاطری انکار میکنن. مسئولیت این حمله را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته، اما گفته می شود اگر کار طالبان باشد نقض آشکار توافقنامه صلح دوحه خواهد بود. کاهش خشونت در این توافقنامه به صورت درست عنوان شده بود. خشونت کاهش نیافته، هرچند که در بعض شرایط کلان حملات مثل موتوربمب صورت نگرفته. پایتخت نشینان نگران بدتر شدن وضعیت امنیتی هستند. میگویند طالبان به آنچه کاهش خشونت و حمله نکردن به بزرگ شهرها تعهد دارند باید عمل کنند. امکان دارد حمله دیشب کار گروه طالبان باشد، چون این گروه در توافقنامه که با امریکایی ها بستند گفته بودند که در شهرهای بزرگ حملات انتحاری را انجام نمیدهند. اگر کار طالبان باشد نگران کننده است. طالبان و امریکا همواره یکدیگر را به نقض پیمان صلح که بستند متهم میکنند. دوی په تعهد باندې ډیر مصرف سوید، ډیر کار سوید، نو ډیر په اسانه باندې به هم فکر نکوم چې امریکا به د لاسه ورکړي. دا د امریکایانو ضرورت. مذاکرات صلح در پیچیدگی مطلق به سر میبرد. حمله موتربم شب گذشته هم نشان داد که کماکان جنگ در بزرگ شهرهای کشور کشانده شده است. جنگی که در دوحه روی طالبان و آمریکا توافق کرده بودند. اما مردم نگران این هستند که اگر طالبان و آمریکا توافقنامه دوحه را نقض کنند، جنگ در افغانستان به گونه کم پیشینه شدت خواهد گرفت. آنچنانی گفتم آقایان عظیمی و ناصری روی خط تصویر هستند. درود بر شما، ممنون از حضورتان. اگر با شما آغاز کنم جنرال صاحب، نخستین حمله او هم انفجاری پس از پنج ماه، او هم در پایتخت در روبروی نهاد امنیتی، نهاد امنیت ملی یا بخش لوجستیک امنیت ملی، چه پیام بدون بال داره؟ سلام به شما و بیننده های نازنی ایستان، همچنین جناب ناصری. حسن باشه. دو طرف ایالات متحده امریکا و طالبا در این اواخر به نوعی همدیگر متهم میکنن که به تعهدات خود عمل نکردن. فکر میکنم که نوعی هشداری از طرف طالبا برای ایالات متحده امریکا که اگر شما تعهدات خود عمل نمیکنین ما هم نمیکنیم. دلیل دیگر هم اینه که به غیر از طالبا دیگه گروهی ظرفیت نداره که به کابل یا شهرهای کلان اینطور حمله های انجام بره. و ضمناً اگر هر گروهی دیگری هم قرار باشه که چنین حملاتی را انجام بده، طبعا به حمایت طالبا هست و طالبا این کار انجام میده. تا زمانی که نپذیرن این مهم را، آیا میشه اتهام بست که طالبان این کار را انجام دادن؟ هرچند پیشینی چون این حملات را طالبان دارن. ببینین، اولا که طالبان برای دعا کردن که بدون اجازه ما هیچ کس به افغانستان سیر نمی کنه. تمام افغانستان تحت تسلط ماست. یک از اعضای برجسته طالبان در گاوه این اظهارات داشتند. دومی که وقتی که آتش بس میکنن که چند باری که آتش بس بسته هیچ حمله در سراسر کشور صورت نگیرسته. اگر کسی مخالف از اونو باشه یا حتی اقل بسان از همشان سرپیچی کنه، در همون زمان هم این کار میکرد. دوم، این در راستای استراتیجیشون هست. هر قدر که عملات در شهرها که عملات هدفمند، ترورهای هدفمند و چین فجارات، مینای چسپکی یا مقدسی
و چنین حمله های انتحاری صورت بگیره و همون اندازه مردم نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌سازه، نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌سازه. هر قدر که مردم نسبت به آینده و دولت بی‌اعتماد بشن و همون اندازه اوضاع به نفع طالبان. بسیار تشکر، برمیگردیم جنرال صاحب. شما خوش آمدین آقای وکیل. شما هم شرایط حساس است، ماه مبارک رمضان است، هرچند طالبان گفتن که خب جنگ افرادشان در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جهاد از بنامی و ثواب داره در ماه مبارک رمضان، اما این حمله فکر میکنین از سوی کی صورت گرفته باشه؟ طرف طالبان یا گروه دیگری؟ ما در نظر داشت صحبتهای آقای جنرال. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب عالی، جنرال صاحب عظیمی، همکاران محترم تکنیکی و بینندگان محترم شبکه، در قدم اول خو این وضع آشفته ای که فعلا وجود داشت از قبل و جریان پیدا کرده، ای امو مسئله بطلان اون توافقنامه را نشان داد و بی پایگی و بی اساسی او را که از طرف آمریکایی‌ها باشد دومن مطرح شد با طالبان. و با کمال تاسف که ناظران یک ناظر سوم به عنوان یک ارگانی که به عنوان ناظر سوم بر اجرای توافقنامه فیما بین آمریکا و فیما بین طالبان وجود نداشت، وجود نداد. مسئله دوم و عبارت که عزیز که اون تعهدی که طالبان کرده به عنوان به اصطلاح که ما حمله نمی کنیم، این کاملا در کلان شهرها کاملا شفاهی است، سند کتبی وجود ندارد. خالصا موضوعی را که جناب جنرال صاحب اشاره کرد و عبارت که ازی بود که این قبلا یکی از نماینده های طالبان در دوحه همون کسی که یک دستار سفید به سرش است ادعا کرد که غیر از ما دیگه هیچ گروه رقیبی نسبت به حکومت و دولت افغانستان در قلمرو افغانستان وجود نداره و کسی هم نمیتونه بدون امر ما و بدون به اصطلاح مرخصی و جواز ما اقدام به چنین کارهای بکنه. چون میخواییم بگین واضح‌تر اگر داشته باشم، اگر واضح‌تر داشته باشم، اگر در این حمله دست نداشته باشن پس زمینه سازی با طالبان بوده؟ حالا میاییم. خب اول که کی در این زمینه دست داره و در این انفجار و در این کشتار، او را باید نیروهای استخباراتی جواب بده، بالاخره مطابق با تحقیقات اونا انجام میده. اونا این حکومت سخنگویان محترم وزارت داخله در رأس و مجموعه حکومت و قوه مجریه در کل و نیروهای امنیتی. اون وقت اگر طالبا پشت سر این حمله نباشه و به دست اونا اجرایی نشده باشه چی میشه؟ خود به خود اون ادعای را که قبلا در قطر یکی از به اصطلاح اعضای برجسته و بلندپایه طالبا اظهار کردن، چنانچه جنرال صاحب عظیمی اشاره کرد، اون ادعا باطل میشه که غیر از طالبا باید قطعا کسای دیگری باشه یا القاعده یا کسی دیگر، یکی از گروه های دیگر که در قلمرو جغرافیای افغانستان وجود داشته باشه که تایی زمین را سازی بکنه و دست به این انفجارات بزنه. در کل برمیگردیم به اینکه بالاخره باید منابعی که مسئول ده این زمینه تحقیقات خود انجام بده تا مشخص بکنه اگر در قدم اول خود طالب ها اعتراف میکنن مسئولیت میگرفتن نمیگرفتن، بالاخره باید اون وقت نهادهای امنیتی مخصوصا وزارت محترم داخله و نیروهای کشفی به مردم افغانستان و کار عمومی سرمنشه کاره و عوامل کاره باید مشخص بسازه و روشن بده. بسیار تشکر جنرال صاحب. حالا پرسش که مطرح میشه، هدف قرار دادن یک بخش خیلی مهم امنیتی، امنیت ملی افغانستان، او هم در پیش یکی از بخشایشان، ای چقدر میتونه توجیه پذیر باشه و این چرا نشان میده ما هنوزم ضعف داریم در بخش استخبارات یا نه این بر طالبان خیلی ها قوی شدن در این شب روز؟ میدانن حملات انتحاری انفجاری معنای مغناطیسی حرکاتی هستند که مشخصا
از طریق استخبارات جلوگیری میشه. چون فدر انتحاری وقتی از خانه خود بیرون شد به مسیر را به هر جایی که به موانی امنیتی بر بخوره و همونجا میتونه همو انفجار بده یا عملیات انجام بده و پس حمله صورت گیرده. لذا باید قبل از اینکه اقدام صورت میگیره باید از طریق کشف استخبارات و منابع امنیتی او کشف بشه. لذا چنین عملاتی در هر جایی و هر طریقی که صورت میگیره ضعف استخبارات رو نشون میده. دو مشکل داریم ما در استخبارات. یک مشکلی است که بیشتر کسانی که از لحاظ تخصص و مسلک افراد کارکشته‌ای بودن بیشترشان به تقاعد رفتن. ضعف دوم ضعف منابع هست. منابع کافی به دسترس قرار نمیگیره. این دو نقیصه باید دولت به سرعت رفع کنه. مخصوصا که اگر فرض برای بگیریم که استانبول مشکل واجه بشه یا بنبست میرسه ما شاید وضعیت خونین تری خواهد بودیم. در چنان وضعیتی حملات انتحاری و انفجارها در بزرگ شهرها مخصوصا کابل افزایش خواهد یافت. به این خاطر باید در این عرصه دولت اقدامات جدی بکنند و خصوص که پیشنهاد من مشخصا این هست که افرادی که به تقاعد رفتن و در این عرصه هم از لحاظ مسلک دانش مسلکی دارن و هم از لحاظ تجربه پس به یک گونه به نام مشاور یا به هر نام دیگری استخدام شن و مردود معاشی هم اونا استخدام بشن چون اغلبا اشخاصی هستن وطن دوست و به خاطر وطن خود هر کار خواهد کردن تا بتانن هم از لحاظ مسلک نقیصه را برطرف کنم و هم از لحاظ منابع بیشتری باید به امنیت ملی مخصوصا که وظیفه اصلی امنیت ملیه اختصاص داده شه. لذا هر عملیات که به این نوع در هر کجایی که کشور اتفاق میفته به حساب ضعف استخبارات باید بذاریم. بسیار تشکر. وکیل صاحب پس با این حمله و رویدادهای اخیری که صورت گرفت میشه چنین برداشت کرد که این حملات از سر گرفته شده یا حملات انتحاری و انفجاری داره از سر گرفته میشه؟ یک مسئله. مسئله دوم این که خب این که نهادهای امنیتی هدف قرار میگیرن و طالبان در برابر نهادهای حکومت افغانستان میجنگن این یک طرف قضیه. در این رویداد خانواده ها متضرر شدن. با این حمله در ساحه مسکونی یا در چهارراهی زمانی که این حمله صورت گرفت شیشه اکثریت دکانها اکثریت خانه ها ریختن، حتی افرادی زخمی شدن. مگر این وعده طالبان اگر این کار را انجام داده باشن این وعده طالبان نبود یا تا آنچه را توافق کرده بودن که ما در بزرگ شهرها حمله نمی کنیم، حملات انفجاری و انتحاری ما متوقف خواهد بود و سایر موارد. گناه شهران دادی چیست؟ به هر حالش بسیار جای تأسف است که در رابطه با وعده و وعیدهایی که تا هنوز از برادی کنند موارد متعددی بوده که نقطه‌های آشکار و تکرار این گونه انفجارات و عملکردهایی که منجر به شهادت تعدادی از شهروندان افغانستان شده بار بار تکرار شده و اوضاعی فعلی با کمال تأسف همونطوری که شما در جریان قرار داریم ما و شما میبینیم و در جریان قرار گرفتیم که اول یک زمینه امید نشست که به پایه یک مال برسه در دو خلق شد که متأسفانه بعد در دور دوم نشست بعد در طبق موفی 20 روزه هر دو طرف باز طالبا حاضر نشدن که مذاکره را ادامه بده و بعد نقطه دیگری که به عنوان کنفرانس ترکیه مشخص شد یک زمینه امید به وجود آورد در اینجا بالفعل ما و شما در جریان قرار گرفت تاخیر ما این باره که رمضان به تاخیر افتاد ما و سرنوشت از وام بازم در حاله از ابهام وجود داره که تاریخ مشخص معین 100% نداره فقط گفته دایر میشه. اینجا چیزی که وجود داره یک خلای بسیار کلان و بزرگ وجود داره در سکتورهای امنیت و عبارت عزیز ببین علال قاعده کل کشور و کل مردم افغانستان و کل نظام افغانستان همه و همه درگیر دفاع در مقابل یک جنگ استخباری بسیار وحشتناک و خبیث به اصطلاح قرار داره.
در حالت جنگ و در حالت دفاع قرار دارد. این مستلزم عزیز که باید در تمام موارد حتی تا اون مرحله که به یک آتش بست 100% اعلام شده از طرف طالبان با حکومت افغانستان و اون فیصله قطعی نرسیده، این مستلزم عزیز که تمام نیروهای امنیتی مخصوصا نیروهای کشفی باید در حالت آماده باش باید قرار داشته باشه. ولی با کمال تاسف با وعده و وعیدهایی که داده میشه که فرزند کاهش و خشونت میشه دیگر حمله به کلان شهرها صورت نمیگیره، یک کمی غفلت صورت میگیره، یک کمی کمر به عبارت عامیانش به اصطلاح کمر سکتورهای کشفی ما متاسفانه باز میشه، اون وقت منشینن شاید بالاخره غفلت وظیفه رو دیگه انجام میده که این با وضعیت کنونی افغانستان قطعا در تضاد بوده و سازگار نیستن. از این جهت است که باید از نیروهای کشفی محترم افغانستان که بسیار زحمت زیاد هم کشیدن و تقاضا میشه که اینا همیشه باید کمربندهای دفاعی از اینا و کشفی از اینا در تمام مراحل تا اونجایی که افغانستان به یک آتش بستی دائمی یا به اصطلاح موقت به شکل رسمیش نرسیده باید کمربندهای خود را محکم بکنه و چانته هایشان به اصطلاح در روی شانه از اینا باشه و تمام وظایف خود را مکملا در چارچوب لایحه وظایف به طوری کم و کاستی باید اینا انجام بده که متاسفانه رفتت ها در موارد متعدد بسیار قربانی زیاد از مردمی افغانستان گرفتند. تشکر آقای عظیمی. مردم سپاسگزار نیروی امنیتی و دفاعی کشورند و کسانی که حالا جان خود را فدا می کنند، سینی خود را سپر می کنند برای دفاع از مردم. اما سوالی که مطرح میشه، بحث گماشتن‌های سلیقه‌ای از چند بدین سو هست. چرا باید چنین سلیقه‌ای برخورد شود؟ چرا باید چنین گماشتن‌ها صورت بگیره که نشه بگونی بایدش از مواردی که شما اشاره کردین جلوگیری شود؟ مبارزه و شهامت نیروهای امنیتی در مجموع مخصوصا نیروهای ملی نباید هیچ شک بکنیم. اونا قهرمانان به میدان جنگ می جنگند و همچنین در بخشهای استخباراتی همچنین. اما در مدیریت جنگ و مدیریت استخبارات باید با دقت بیشتری یک بازبینی صورت بگیره. چند قبل یک مطلب نوشته بودم و هشت صبح چاپ شد نمانم به نام بازنگری در اردوی ملی. بحث تعیینات هست، بحث طبیعی قوتها یا استقرار قوتها یا به زبان عوام جابجایی قوتها هست که باید یک بازبینی صورت بگیره که به کجا ما قوت ضرورت داریم، به کجا نداریم، در کجا آسیب پذیریم، در کجا آسیب پذیر نیم. به طور مثال اگر بسیار ساده برای مردم عزیز عرض کنیم، ببینیم که این پستی که ما داریم اینجا ایجاد کردیم آیا ضرورت هست یا نه، آیا می ارزی از لحاظ استکامار و استکام داری یا نه. فرض به این بگیریم که ما 50 نفر اینجا داریم، اگر 500 نفر سر از این مملکت است، ما میتونیم میره حمایت کنیم از لحاظ هوایی، از لحاظ آتش ثقیل، از لحاظ نیروی انسانی استکامار را دیگه چطوره؟ اگر فرض بگیریم که استانبول به منبعث میرسه، طبعا جنگ شدت پیدا میکنه. در چنان شرایطی باز آسان نیست که بتانیم شما این کار در اون زمان انجام بریم. در قسمت استعمال قوت ها مشکل بسیار زیاد وجود داره. در قسمت مخصوصا تعینات، خیلی از تعیناتی هست که در حال حاضر اگر یک بررسی بکنیم، شما مثلا قلوردواره در سطح به اصطلاح قلوردو و لوا، ببینید که کدام لوا در کدام سایه در دو سال اخیر چی وظایف انجام داده، چه کار کرده. بعد وظایف انجام میشه که اصلا آدم به عنوان یک نظامی خود خنده میگیره. به طور مثال من به ایراد بودم، 5 نفر عسکر روان کردن به کمرکلا، در حالی که به کنار سرک یک کوی است و سر کوی نور موزی ندادن به کنار سرک، به خاطر از اینکه شاید موتری تیشه و تا نه موتر نگاه دارن و دلایل مختلف. خب یک کسی نیست که بپرسه که 6 نفر بیرون از شهر در کنار سرک نیم امکانات دفاعی داره که به تکسی آمدن پایان شدن اونا رو دارن کشتن. این باید یک بازبینی دقیقی بشه صورت بگیره که اولا آیا اینجا ضرور هست یا نه، یا اگر ضرور هست میتونیم ما اینا رو حمایه کنیم
از لحاظ ارزی جایش به کجا هست. اینا هم یک بار بینی بشه. نقطه مشکل دومی که ما داریم همین مشکل تقاعد بوده. افسران جوانی که آمدن هم ارکان عربن، مسلکی هن، بسیار درس خوندن، سطح تحصیلات بسیار عالی دارن. اما متاسفانه عسکری تنها تحصیلات نیست، تجربه و تحصیلات هر دو با همه. یک نفر ملکی اگر بره پیشدی اقتصاد بگیره بیای موین وزارت اقتصاد بشه هیچ اشکال نداره، خیلی هم کار به جای صورت گرفته. اما یک تورن اگر بره ارکان عربی خور بگیره بیای، این تورن دیگه نمیتونه جنرال بشه، باید جگران شه، دیگر من شه، دیگر وار شه، بمیتونه به ترتیب. این به خاطر عزی هست که تجربه و تخصص در عسکری دو باله که پرواز میکنه، یک بال نمیشه. در اصل تقاعد مخصوصا دیگر والا یک بازبینی بشه. اشکال پس حالا یک باله پیش میریم ما. بسیار بسیار مهمه است که سلیت ها خیلی به بالا انتقال خورده. در جنگ های گرولهی تمام علمای علوم نظامی و امنیتی که در این عرصه تحقیق کردن، کتاب نوشت کردن، عمر صرف کردن، به این نتیجه رسیدند که در جنگ های گرولهی هر قدر که سلیت بالا بیاید پایین، به همون اندازه قدرت مانع و رفتایش پیدا میکنه. برعکس در حال حاضر قدرت همیشه از پایین به بالا رفته. قدرت وزارت دفاع رفته به سرکومندنی اعلا، قدرت قلور رو آمده به سردرستی، قدرت لوا رفته به قلور رو. این باید برعکس شه، قدرت سرکومندنی بیاره به سردرستی، در سردرستی به ترتیب. مسئله دیگه نهادهای تصمیم گیری زیاده. سرکومندنی اعلا فوارس اللہ، جلسه شیشنین، شورای امنیت که یک نهاد مشوره دیگی است، عملا تبدیل شده به یک نهاد اجرایی. وزارت دفاع، وزارت داخله، اینا هر کدوم مشکلاتی هست، اشکالاتی هست که اگر ما بریم به طرف یک جنگ تمام عیار، باید این نقاط دقت بشه و اگر دقت نشه، توجه نشه و نواقص برطرف نشه، ما با مشکل مواجه خواهد شدیم و آسیب خواهد. به عنوان یک نظامی فکر میکنین به این مواردی که شما اشاره کردین حداقل عمل شوه؟ و فکر نمیکنین که این موارد را میدانن بزرگواران؟ بله بله میدونن. ما تو وقت مقاله رو نوشته کردم و اکس صبح در این زمان به شورای امنیت هم روان کردم. به عنوان یک کسی که در این عرصه حداقل 40 سال تجربه دارم، او رو روان کرده بودم. باید این کار رو بکنن، به قدرت طلبی، به تمرکز قدرت، به نظامی. کار نظامی بی کار رو نمیشه. کار نظامی در این حالی که یک مسلک هست و یک تجربه، یک هنر هم هست جنگ. یعنی شما ببینیم بعضی جنگجویان بسیار مشهور دنیا که تانستن تغییرات در سطح دنیا بیارن، اصلا گاهی نظامی نبودن. هنر جنگ بلد بودن. جنگ در عین زمانی که یک مسلک است، یک تخصص، یک هنر هم هست. بسیار تشکر. بسیار تشکر. اگر جمع کنیم با شما صحبت ها را جناب وکیل، این وضعیت به میزان بی‌اعتمادی شهروندان یا مردم نخواهد افزود؟ مردمی که انتظار صلح را دارن اما هر روز شاهد جنگ و کشت و کشتار هستن، هر روز آسیب میبینن، شیشه خانه‌شان میشکنه، در وضعیتی که حتی 2000 افغانی در این ماه مبارک ندارن که برن غذا به خود تهیه کنن. اما باید در این شب و روزی که، یا بخصوص شبایی که هوا سرد است، مجبور هستن خانه خود را پس شیشه بگیرن یا یک پلاستیک بزنن. اما شهروند بیشتر متضرر شده روان هست. این به میزان بی‌اعتمادی چقدر خواهد افزود؟ خب معلومه علال قاعده فلسفه وجودی و به عبارت دیگر علت غایه و هدفی که تعیین میشه برای این گونه کارها مسلمه یکیش به اصطلاح هم انگیزه اصلیش ایجاد اعتماد بین نظام و اداره مملکت و مدیران اجرایی مملکت و در مجموع شهروندان عادی اون مملکت و اون سرزمین قرار داره. این جای شک و شبهه وجود نداره و یکی از دلایلی که با کمال تأسف پشت سر این گونه انفجارات قرار داره عین همین قضیه است. به علاوه از اینکه مسلمه و در کنار از و در عرض دی موضوعی ضربه زدن نظامی و حیثیتی هم به نظام وجود داره. اما بسیار مشکل جدا شرایط کنونی افغانستان، ما و شما میبینیم که بخش عظیمی از مردم بیچاره افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و این مصیبت های کلان دامنگیر مردم افغانستان شده. امیدوار هستم که به برکت ماه مبارک رمضان و قبول شدن طاعات آن بندگان مخلص خداوند متعال که در سرتاسر افغانستان وجود دارد، دعای ما همین است که به اسرع وقت خدا اون برکات عامه ایشان را
شامل حال مردم افغانستان بگردانه و افغانستان و ملت نجیب افغانستان را از این مصیبت ها خلاص کنه. وقتتان بخیر. ممنون حضور جنابان عظیمی و ناصری در پس از خبر. تا درود دیگر.